سرانجام رئیس کمال توانست باند بزرگ قاچاقچیان هروئین را به دام بیاندازد. تلاش ما برای از بین بردن قاچاقچی ها شب و روز ادامه داره. ما این انگلای اجتماع رو دستگیر کرده و به سختی مجازات خواهیم نمود. امیدوارم جوانای بیگناه از چنگال این مرگ فروشان برای همیشه نجات پیدا کنن. رئیس کمال با زیرکی و پشتکار این مبارزه را دنبال میکنه. گزارش پلیس 4 میلیون سیگار قاچاق توسط مامورین ضبط کردید. رئیس کمال شب و روز در تعقیب قاچاقچیان است. سیگار ببرید، سیگارهای خارجی، سیگارهای تازه. طبق گزارش رسمی پلیس گروهی از قاچاقچیان در گمرک و سایر نقاط کشور دستگیر و تحویل مقامات زندان شد. دوستان عزیز، به نظر میاد فراموش کردیم برای چی اینجا جمع شدیم. همتون ساکت نشستین. شاید غرورتون اجازه نمیده که مشکلات خودتونو بازگو کنین. در حالی که باید قبول کنیم موقعیت ما در حال حاضر زیاد مناسب نیست. چرا حرف تو رو کراس نمیزنی رئیس کمال؟ موقعیت هممونو به خطر انداخته. اون تو همین چند روز دو تا کامیون، سه تا کشتی و 30 تا از افرادمون رو بازداشت کرده. تمام کلوپا تحت نظره. رئیس کمال قسم خورده هممون از هستی ساقط کنه و به خاک سیاه بشونه.
رئیس کمال برخلاف رئیس قبلی آدم سختگیریه، با اون نمیتونیم کنار بیایم. اون برای سرکوبی ما انتخاب شده. آیون، من خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تنها راه چاره از بین بردن رئیس کماله. باید یه نفر اجیر کنیم تا به زندگی اون خاتمه بده. نظر شماها چیه؟ موافقم. 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 پس باید هر چه زودتر یه نفر اجیر کنیم. نه. چی گفتی؟ همین که گفتم. تو همیشه همینطوری مراد خان، از شوخی های بیجات خوشم میاد. من شوخی نمی کنم عبدالله، اجازه نمیدم یه موثر رئیس کمال کم بشه. دلیل به خصوصی داری؟ من اینطور میخوام گلولهی که به کمال بخوره مثل اینه که به من خورده. بین شما کسی هست که بخواد به من شریک کنه؟ هممون تو رو دوست داریم مراد خان. دوست نداشته باشین چی میشه؟ تفره نرا عبدالله، جوابت آراست یا نه؟ خواهش میکنم رفقا، با اینجا نشستن و جر رو بحث کردن مشکل ما حل نمیشه. باید یه فکر اساسی کرد. مگه نشنیدین که هر کاری رو با سیاست باید پیش برد؟ بهتر این کار رو به من واگذار کنین. من حرفی ندارم دوست عزیز، اما یه چیز یادت نره، بدون خون و خون ریزی. من درک میکنم مراد خان، شما هم خوب میشناسم. باید بگم که من جونمو خیلی دوست دارم. مثلا یه معروف که میگه هیچ وقت سگ سگو پاره نمی کنه. بنابراین به حرفت اطمینان میکنم. البته بد نیست بدونین که من از هیچ کس ترس و واهمه ای ندارم و حاضرم اینو ثابت کنم. یه مسئله دیگه ایم هست عبدالله، سگی که پارس میکنه پاره نمی کنه. خب دیگه خوش اومدی. راستش من تو این جلسه چیزی دستگیرم شد و اون شجاعت بی اندازه شما بود. موفق باشین. ببخشید که دارم فضولی میکنم مراد خان، اما حق با اونا بود. رئیس کمال هممونو تارمار کرده، اما شما به کشتن اون مخالفت کردید. من دارم نمیخواد یه موثرش کم بشه. اگه اونا تصمیم به کشتنش بگیرن چی؟ اون وقت خودم میکشمشون. یعنی رئیس کمال اینقدر براتون عزیزه؟ از جون من عزیزتره. پدر من یه پلیس بود. پلیس بوده؟ درسته، من پسر پلیس جمال هستم. اون یه مرد قانون بود و من قانون شکنم. پدرم آدم درستی بود، با شرف بود، افتخار میکرد که لباس پلیس تنشه. اون موقع من 12 سال داشتم، فقیر ولی خوشبخت بودیم. مادرم یه فرشته بود و به وجود پدرم افتخار میکرد. رئیس کمال اون موقع موافق پدرم بود، ولی اونو مثل یه برادر دوست داشت. همه به پدرم و رئیس کمال میگفتن برادرهای دوقلو. اونا این انجام وظیفه خیلی خوش بودن، ولی تو زندگی عادی نظیر نداشتن. دوتا مرد دوست داشتنی. اما کمال اولاد نداشت و من بچه بودم که حس میکردم دوتا پدر مادر دارم. رحم خاله عزرا رو در اثر یه بیماری برداشته بودم و اونا از نعمت بچه دار شدن محروم بودن. برای همین هم منو مثل بچه خودشون دوست داشتن. اونا اینقدر به محبت میکردن که نمیدونستم چطوری جبران کنم. روزای عید بعد از تبریک گفتم به پدر و مادرم میرفتم پیششون و دستشون رو میبوسیدم. اونا با آغوش باز منو میپذیرفتن. هر وقت میرفتم اونجا خاله عزرا یه مقدار شیرینی که دوست داشتن برام میپخت. بعد وای میسادن تماشا میکردن. خاله عزرا برای چند لحظه متاثر میشد، شاید دلش میخواست بچه‌ای مثل من داشته باشه. ولی در این حال از دیدن من خوشحال بود. تا اینکه یه شب همون کمال و پدرم از خونه خارج شدن. اونا یه لابراتوار هیروئین کشف کرده بودن. قاچاقچی‌ها که دیگه امیدی نداشتن به طرف اونا تیراندازی کردن و ضمن همین تیراندازی‌ها پدرم کشته شد. اون دیگه به خونه برنگشت، ولی در آخرین لحظه یه جمله به عمو کمال گفته بود. پسرم، زنم، مواظبشون. اونو کمال خودش اومد خونه ما، ماجرا رو تعریف کرد. مادرم تسلیت گفت و به منم گفت پسر یه پلیس وظیفه شناس هیچ وقت گریه نمی کنه. اما کاملا حس می شد که تو دلش چی قوقاییه، چون اون حقیقتا برادرش از دست داده بود. دولت حقوق پدرم رو می داد و ما زندگی بی درد سری داشتیم، تا اینکه کلاوردارا با یه سند قلابی خونه ای رو به مادرم فروختن، در حالی که اون
برای خریدن خونه کلی زیر بار قرض رفته بود. این وقت مجبور شد برای گذراندن زندگیمون پرداخت بدهیاش کار بکنه. کارت که تمام شد نقره هارم برق بنداز. ساعت 5 جیرون خانم، پسرم اومده دنبالم که بریم. هوا سرده، اون بیرون منتظرمه. فردا نقره ها رو برق میندازم. فردا واسه خالت خوبه، همین امروز تمیزشون کن. زن پلیس جمال، پلیسی که در راه انجام وظیفه کشته شده بود، هر رنجی رو تحمل کرد، غافل از اینکه چرخ بازیگر روزگار بازیای زیادی داره. کی ممکنه باشه؟ من باز میکنم. زهرا خانم، شما باید بیان کلانتری. برای چی باید بیام کلانتری؟ نمیدونم، فقط گفتن شما رو ببرم. انا مجبور نکن با خشونت رفتار کنم. باید فوراً جواهراتی رو که از منزل خانم دزدیدی بهشون پس بدی. معطل نشو. به خدا من دزد نیستم جناب سروان. چشمم کور بشه اگه یه چوب کبریت از خونه‌شون برداشته باشم. من به تو اعتماد کردم. تمام خونه زندگیمو دستت سپردم. این جواب خوبیای من بود، زنی که بی آبرو. اینطور آبروی منو نبرین خانم. شوهر من یه عمر با آبرو زندگی کرد. کاری نکنین که اون خدا بیامرز تو قبرش بلرزه. به جای این حرفا بهتره بگی جواهراتو کجا قایم کردی. حرف بزن. نه مادری، من دوست نیست. این بچه رو بندازیم بیرون. اونا به ناچار منو انداختن تو کوچه. یه دفعه یاد عمو کمال افتادم، فوراً خودم رسوندم به خونشون. اون منو جای پسر خودش میدونست. اینم پرونداشو همین الان ببرش به دادگاه بخش. اینقدر زود قضاوت نکنی سرکار، من دوزو براتون آوردم. پسرم تو قمارخونه دستگیرش کردم، حالا دوز واقعی در اختیار شماست. قماربازی رو پدر مادرم و دوستاشون یاد گرفتم. چون پول نداشتم جواهرات مادرم رو دزدیدم. گوین که ثابت شد مادرم پاک و منزه، برای اون روز خیلی زرچ کشید. برای همینم همون موقع تصمیم گرفتم نظرم اون انقدر عذاب بکشه. قسم خوردم که دیگه نظرم کار کنه. زندگی من از اون روز به بعد به کلی عوض شد. تصمیم گرفتم کار کنم. دنبال کارایی رفتم که دلم نمیخواست بکنم. کوبیدم تا کوبیده نشم. خب مگه این رئیس کمال همون کسی نیست که حالا داره همه ما رو میکوبه مراد خان؟ اون فرق میکنه. با این حساب مباشر عبدالله خانم نمیتونه دیگه کاری بکنه، چون رئیس کمال با هیچ کس کنار نمیاد. ولی تا وقتی که من زندم اجازه نمیدم کسی بهش دست بزنه. دنیا عوض شده، نظام عالم عوض شده، منم حسابی رنگ عوض کردم. اما عمو کمال من اصلا عوض نشده. اون هنوزم مثل گذشته است، یه مرد به فولاد. چرا لباستو در نمیاری؟ مثل اینکه خیال رفتن داری. آره مجبورم برم، باید درباره یه گزارش تحقیق کنم. هنوز 10 دقیقه نشده که اومدی. فقط اومدی یه قهوه بخوری و بری؟ برای دیدن تو اومدم. نمیدونم این چه احساسیه، هر روز که میگذره بیشتر عاشقت میشم. تو اصلا عوض نشدی کمال، درست مثل جوونیات هستی. وقتی تو چشمام نگاه میکنی تمام بدنم میلرزه. خب دیگه هنوز به این اسلحه عادت نکردم، از دیدنش وحشت میکنم. این بهترین دوست من از را میدونی که یادگار جماله. خدا بیامرزتش، با مردن اون همه چیز تموم شد. مدت هست که از مراد و مادرش هیچ خبری نداری. برعکس اون خدا بیامرز پسرشه، اگه بگم شاید باور نکنی. خیر باشه، مگه اتفاقی افتاده؟ مراد یکی از هموناست که به هیچ قیمتی دم به تله نمیده. امکان نداره. یعنی اون مراد شیرین و کوچولو هنوزم قیافش جلوی نظرمه. من که باور نمی کنم. متاسفانه اون تو راه بدی افتاده. مادر بیچاره زهرا خانم، زن بدبختی. مراد یه خونه شیک واسه مادرش خریده که مثل قصره، حیات بزرگ، کلفت و نوکر، آشپز. چند وقت پیشم فرستادش مکه. سلام عبدالله خان. سلام دوست من، چه خبر؟ خبرهای خوش. پرونده رئیس کمال خواب، این یعنی چی؟ دیگه کارش تمومه عبدالله خان، تا 3 روز دیگه به یه جای دیگه منتقل میشه. دلم میخواد شما خط غیر کشین. آه خاطرتون چه هم باشه، همین امروز حکم انتقالش به دستش میرسه. راستی که خیلی زرنگی، انقدر که مغز آدم میتونه کار پیش ببره اسلحه نمیتونن. باید برای کارهای بزرگتری رو تو حساب. میدونین که کارهای بزرگتر میدونهای بزرگتری هم لازم داره عبدالله خان.
میدونش هست. توی میدونم آدم باید خودش میدون دار باشه، وگرنه کلاش بس مرکز. قصه که اونش هم نخور دوست عزیز، به اونجا میرسیم. میدون دار خودمونیم. تو با منی؟ تا آخر خط. بیا تو. لیلا خانم هنوز نیومدن، از وقت برنامه‌ش هم گذشته. با ایدا بگو یه خود برنامه‌شو کش بده. لیلا هر جا باشه دیگه پیداش میشه. چشم عبدالله خانم. شبتون بخیر خانم. شب بخیر. دیر کردین دلواپس شدم. این گلم مثل همیشه سر وقت براتون آوردم. بفرمایید. اینو برای شما داده خانم. باشه، متشکرم. خیلی خوش اومدی دخترکم. متشکرم فاطمه خانم. این دفعه یه بچه دیگه گلو براتون آورد. اون عکاس خیلی تقلا کرد زیر زبونشو بکشه و بفهمه گلو کی فرستاده، ولی جوابشو نداد و رفت. حالا دستگیرم شد دوست من. چی دستگیرتون شد عبدالله خان؟ این که چرا منو انتخاب کردی؟ چرا؟ باشه به موقعش بهت میگم. خیر باشن. بیا بخور عزیزم. متشکرم.
بفرمایید. تبریک میگم لیلا خانم، شما رکورد فروش ما رو شکستین. این مشتریان که رکورد رو شکستن. مباشر خودم رو معرفی میکنم، تو کارش خیلی وارده. خیلی خوشبختم. واقعا آشنایی با شما برام افتخار بزرگیه لیلا خانم. غرض از مزاحمت این بود که بگم میخوام یک ماه دیگه قراردادتون رو تمدید کنم. متاسفانه در حال حاضر نمیتونم، چون تصمیم گرفتم چند روزی استراحت کنم. میخوام برای 10 روز برم مرخصی. خب چی بهتر از این؟ ایشالا کجا تشریف میبرین؟ او حلوم نیست آقایون، من میخوام لباسم رو عوض کنم، عذر میخوام. لطفاً برای سوار شدن به هواپیما عجله کنید. متشکرم. خب دیگه خداحافظ. لیلا خانم برای چه منو سشی میبرین؟ معلوم نیست. درسته که میخواین سرها رو ترک کنین؟ هر وقت تصمیم بگیرم بهتون میگم. آیا ممکنه بفرمایید گونه‌ای که برای شما فرستاده میشه از طرف کیه؟ آه راستشون دیگه مربوط به زندگی خصوصی خودمه. منو ببخشین دیگه باید برم. خواهش میکنم. این همون چیزیه که خودت خواستی، قرارای مخفیانه و قایم شرک بازی. به خاطر تو این کاره کردم. میدونم که اگه رابطه من و تو فاش بشه افتضاحی به پا میشه، عکس ها، خبر و حرفایی که زده میشه. من که از چیزی وحشت ندارم. میدونم که تو نمیترسی، ولی فکر اطرافیانم بکن. میترسم تو درد سر بیفتی. تو همش میخوای به فکر من باشی؟ تا آخر عمرم فرات بشم. چیزی نمونده آفتاب طلوع کنه. بریم بخوابیم. آره اما جدا جدا. آخه چرا؟ ما تا امروز تونستیم خودمونو حفظ کنیم مراد، اما اگه با هم دیگه هم خوابه بشیم اون احترام و پاکی عشقمون از بین میره، و اگه این حرمت از بین بره عشقمون به لجن کشیده میشه. آره حق با توه، نباید این عشق پاک آلوده کرد. درسته، باید همینطوری حفظش کرد. مرو با خیال راحت بگی بخواب. تو هم خوب بخوابی عشقم. چقدر خوشحالم امروز، یکی از بهترین روزای زندگیمه. روزای بهترین در پیش داریم لیلا، به شرط اینکه در تمام اون روزا تو در کنار من باشی مراد. میدونی من تازه به یه چیزی پی بردم لیلا. به چی؟ بدون تو همه چیز برام تلخ. من مال تو هم. تو میدونی من کی هستم؟ آره مردی که دوستش دارم، مردی که میخوام شوهرم باشه. سوال دیگه هم داری قربان؟ آره. با من ازدواج میکنی؟ میتونین عکس ما رو بندازین و فرستنده گل سرخ رو به همه معرفی کنین.
روزی زنده است دلش آروم نمیشه خدایا عاشقا رو نسوزون نسوزون که خیلی به دلت نشسته درسته؟ فکر میکنم بیشتر از هر کس به من اثر کرده باشه. منظورتو خوب میفهمم، ولی تو این معامله آسه برنده دست کسی دیگه است. میدونی که مراد برنده شده؟ هنوز معلوم نیست کی برنده میشه. زمان این مسئله رو روشن میکنه. بهتر که خورده راجع به کار صحبت کنیم. از طرف کارخونه‌دار بزرگ پیشنهادی شده. کارگراش اعتصاب کردن و اون میخواد به وسیله ما اونا رو بترسونه. میتونیم یه جلسه تشکیل بدیم؟ خواستم بدونین که من از طرف کارگرها دچار درد سر شدم. به من فشار میارن. تو از خود ما هستی دوست عزیز، هر کاری بخوای برات میکنیم، فقط باید سر کیسه رو شل کنی. اگر موافق باشیم 5 میلیون براتون در نظر گرفتم، چطوره؟ موافقیم. فقط نظر خودت بگو عبدالله، من موافق نیستم. شما فکر میکنین پولی که پیشنهاد کردم کمه مراد خان؟ موضوع پول نیست، از پیشنهادت خوشم نیومد. نگفتی کارگرا هست چی میخوان؟ 130 اضافه حقوق، نهار مجانی و مرخصی با استفاده از حقوق. این خواسته ها چقدر برات تموم میشه؟ 15 میلیون. پس بهتره چیزایی که خواستم بهشون بدی. یعنی من باید بهشون باج بدم؟ این باج نیست، فقط حقشون رو بهشون بده. خواهش میکنم مراد خان، ما نیومدیم اینجا که بجنگیم، باید حتی المقدور با هم دیگه کمک کنیم. من به هر کسی کمک نمیکنم، من طرفدار کارگرا هستم و این کارگرا هستن که احتیاج به کمک دارن، نه این گردن کلفت. پس شما دارین به من پشت میکنین آقایون؟ از کارگرای نمک نشناس دفاع میکنین؟ من شکم اونا رو سیر کردم. پس میخواستی چی کار کنی؟ اونا در قبالش کار کردن، اونا از جونشون مایه گذاشتن، اونا هستن که شکم تو رو سیر میکنن. مراد هیچ معلوم است تو تر کی هستی؟ طرفدار حق و عدالت هم. اگه زورگویی وجود میتونه شانسش رو امتحان کنه، یا اون پیروز میشه یا من. اون همیشه حرفشو به کرسی میشونه. همه خفه خون گرفتیم، تا کی میخوان این وضع تحمل کنیم؟ مراد میخواد از ما جدا بشه. درسته، اینا همش بهانه جوییه. با این حساب اون به زودی از ما باج میخواد، یا باید بشتان یا تو صورتش وایساد. من که بهش قیمت حاضر نیستم جلوی اون قدرم کنم. آقایون بی خودی شلوغش نکنین، من همیشه گفتم هر کاری از راهش، فقط باید از راهش وارد شد. ممکنه بگی باز چه نقشه‌ای داری؟ نقشه کاملا دقیق عبدالله خان. فقط باید ایشون فوراً 2 میلیون نقد به حساب مراد واریز کنه. تو میخوای الانم بهش پاش بدیم؟ نه ابداً، این اولین قسمت نقشه است که باید پیاده بشه. دومین قسمتش هم اینه که شما با نماینده کارگرا صحبت میکنید. اگه مراد خان میانجیگری بکنه، ما با کمال میل حاضریم قربان. اون خیلی جوان مرده، چون توی خانواده فقیر به دنیا اومده. از اینکه اونو انتخاب کردیم بهتون تبریک میگم قربان. مطمئن باشین که هیچ کاری بی پاداش نمیمونه. درسته که این کارخونه مال منه، ولی شما هم در اون شریک هستین. بهتر هر چه زودتر تصمیم خودتون رو بگیرین. مراد خان در این محل منتظر شما هستن. موفق باشین. مطمئن باشین که ما مساله هر دو طرف رو در نظر میگیریم. با اجازه شما. با اجازه قربان. خوش آمدین رفقا. درود.
در آخرین شب آخرین ترانم رو برای شما عزیزانم اجرا میکنم. اسم ترانه ای که براتون میخونم وداعه، وداع با صحنه، که در حقیقت باید بگم وداع با شما عزیزانه. برای همه تون آرزوی خوشبختی میکنم. آدرسش همینجاست بچه ها. ببینم این چه وضعیه؟ ما آمدیم اینجا که با مراد خان صحبت کنیم. منم منتظر شما بودم مالیون. مشکل بین صاحب کارخونه و شما رو همینجا حل میکنم. خیلی متشکرم مراد خان. ما تمام خواستای خودمون رو اینجا نوشتیم. شما اینو بخونین، اگه مخالفتی نداشته باشی متقابلا امضاش میکنیم. این صاحب کارخونه است که باید امضا کنه. شما باید ببینین اون چه خواسته هایی داره، اون وقت حتما زیر قرارداد امضا کنه. چی فرمودین مراد خان؟ ما اومدیم اینجا خدمت شما که از حقوقمون دفاع کنین. میدونین که تمام خواسته های اون به ضرر ما تموم میشه. زیادی حرف نزن که خوشم نمیاد. فوراً بریم پیش اربابتون، هر چی اون گفت بگین چشم. بیشتر از اینم تو کارش فضولی نه ممکنه. ما به خاطر گرفتن حقمون هر کاری بتونیم میکنیم. ما هیچ وقت زیر بار حرف زور نمیریم. برین با اربابتون کنار بیاین، چون هر چی باشه از کشته شدن بهتره. ابدا مردن بهتر از زیر بار زور رفتنه. از شما شکایت شده مراد خان. گناه هم چیه؟ تهدید کارگرا و کتک زدن اونا که منجر به نفس عضو یکی از اونا شده. مجبورم تو رو توقیف کنم. من قبول کردم که مراد خان میانجیگری بکنه. اون وقت دست جمعی به آدرسی که داده بود رفتیم. اونجا محاصرمون کردن و همونطور که میبینیم به طرفم شلیک کردن. رفقام هم بیرحمانه با چوب و چماق کتک زدن. در بین اونایی که به شما حمله کردن مراد خانم بود؟ نمیتونستم تشخیص بدم آقای رئیس، چون همش رو صورتشون جوراب کشیده بودن. آیا در مقابل این حرفا اعتراضی داری؟ بله، من میتونم ثابت کنم که وقتی این اتفاق افتاد در اون محل نبودم. من اون موقع مشغول تماشای برنامه بودم که به نفع جمعیت خیریه برپا شده بود. آقای رئیس اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم بفرمایید. ما ادعا نکردیم که مراد خان شخصا در محل حادثه حضور داشت. خیر قربان، اما به ما ثابت شده که در این مورد بین مراد خان و شخص دیگری معامله ای صورت گرفته. شخص نام بردن مبلغ 2,000,000 لیره به حساب بانکی شماره 1863 به نام مراد خان واریز کرده. تقاضا دارم به حرفای شخص مزبور توجه کنید. آقای ماشین سازان، بله قربان، من 2,000,000 لیره به حساب مراد خان واریز کردم. این دستمزدی بود که باید در قبال مذاکره با کار کارگران بون می پرداختم، ولی قسم می خورم که من نمیدونستم اون خیال داره با توسل به زور و اسلحه از کارگرا امضا بگیره. تمام اطلاعات من همینه قربان. چیز دیگه ای دارین که بگین؟ قربان من مطمئنم که این یه تلاس. اجازه بفرمایین بازجوی بیشتری بشه. قیام کنید. جلسه دادگاه رو به روز 17 تیر ماه ساعت 10:30 بامداد موکول می کنم. در این مدت مراد خان در بازداشتگاه به سر خواهند برد تا نکات مبهم پرونده روشن شده و عدالت اجرا شود. Thank you.
خشن دستگیر شد. تو خیلی زرنگی دوست من و همین راحتی مراد انداختی گوشه زندون. مگه همینا نمیخواستین عبدالله خانم؟ چرا؟ حالا میدون برای من خالی شد. خب حالا بگو ببینم تو از من چی میخوای؟ ممکنه کسی بدین جواب نده. آره؟ چون خود خوب میدونم چی میخوای. تو لیلا رو میخوای. چرا عبدالله خان تشریف آوردن؟ بگو بیاد تو. روز بخیر لیلا خانم. گفتم خدمت برسم شاید بتونم کمکی بکنم و شما را از این ناراحتی و تنهایی در بیارم. خیلی متاسفم. خیلی متشکرم. بفرمایید. من میتونم مرادو ببینم؟ متاسفانه امکان نداره. چون تازه زندانی شده و هنوز وضعش روشن نیست، فقط کسانی میتونن به ملاقاتش برن که از نزدیکانش باشن. مثل پدر، مادر و یا خواهر و برادر. اما اگه شما میخوام بریم بدیدنش، ترتیب ملاقات رو لطفتون هرگز فراموش نمیکنم. واقعا ازتون ممنونم. برای کنم لطفا این کشم کنم برای کنم برای کنم میتونم عکستون رو بگیرم، درسته مانت خان؟ آقایم برای کنم لطفا برای کنم. حسابی بچه به این موضوع تحقیق کنی. بچه ها ببینین کار کی بوده. چشم. بی خودی وقتت رو تلف نکن. من اونقدر احمق نیستم که با خودم اسلحه بیارم تو زندان. این مقررات زندان مراد خان. اشکالی نداره، کارت تموم کن که برم. بر حال من خیلی معذرت میخوام، این دستور رئیس زندانه. آره؟ رئیس زندان کیه؟ هر کس خودشو خدا اینجا میدونه. بیا بریم. خیلی دلم میخواد با این جناب رئیس که خودش خدای اینچه میدونه آشنا بشه. خوب برده با امثال شما چطوری رفتار کنه؟ جناب رئیس گفتم بیان تو. عموجون کمال، همونجا که هستی وایسا. برو عقب وایسا تو ردیف. پالتو تو بردار. کریم رفعتی. منم آقا. تو مرتکب جنایت شدی، محکوم به حبسی. 25 سال تمام. ببریدش بند دو. اطاعت میشه قربان. قاسم علی جانی. منم آقا. ضمن دعوا به روی سه نفر تیغ کشیده که منجر به مرگ هر سه اونها شده، محکوم به اعدام جهت اعتراض به استیناف رفته. شغلت چیه؟ سرمونیم آقا. حکمت هنوز قطعی نیست، بنابراین میتونی یکم امیدوار باشی. البته اگه انضباط رو رعایت کنی. ببریدش بنده دو. بله قربان. تو بیرون باش، خودم صدات میکنم. اطاعت میشه قربان. یه خود ناشیگیری کردم همونجا. نباید بذاشتم اونا بفهمن که ما با هم فامیلی. هیچ فرقی نمیکنه که ما با هم آشنا هستیم یا نیست. اما برای من فرق میکنه. اگه به جای شما یه غریبه اینجا نشسته بود، خدا میدونه چه برای سرم میومد. وقتی دیدمتون همون چون انگار دنیا رو بهم دادم، میخواستم بشکم بزنم. عذر خانم چطور؟ اون حالش خوبه، البته یه کمی پا به سن شده. دلم براشون تنگ شده. چرا زودتر به این فکر نیفتادی؟ حقش بود، یه سری بهش میزدی. اتفاقا اونم سراغتو میگرفت. ولی خب روزگار آدم ها رو بیوفا میکنه. تا مدت ها پیش برات شیرینی درست میکرد و منتظر میموند، ولی هیچ وقت از تو خبری نشد. مطمئن باشین که در اولین فرصت برای دستبوسشون میرم خونه. متاسفانه دیر به این فکر افتادی، چون ممکنه تا 10 سال دیگه از اینجا بیرون نری. من بیگناه هم؟ نکنه شما باور نمیکنی نموجون؟ بهتره این سوال اول از خودت بکنی. هنوز قبول نمیکنی که مقصری؟ این شانست بوده که زودتر از اینا به دست مامورین نیفتادی.
خودت هم میدونی که اینقدر بیگناه نیستی. شما از من عصبانی هستی؟ خاص میخوای عصبانی نباشم؟ پسر مرد با شرفی مثل جمال به عنوان یک مجرم اینجا روبروی من وایساده. تو رو برای چی آوردن اینجا؟ برام پاپوش دوختن. پاپوش اعمال خودته. مجبور بودم اون کارا رو بکنم. اینا همش حرفه. تو نمیخواستی یکم سختی رو تحمل کنی، کار نکردن و بهترین زندگی رو داشتن. اونقدرم راحت نبود، جونمو گذاشته بودم کف دستم. زندگی آبرومند برات مشکل شده بود. نه، چرا؟ از سالی بودم که به مادر بیچارم تهمت دزدی زدم. هیچ فکرش کردی اگه تو نبودی براش چه اتفاقی میافتاد؟ تمام موقع تصمیمم رو گرفتم. همون روزی که داشتن مادرمون به بدنامی میکشوندن، همون روزی که میخواستن حیثیت و ناموس و شرافتمون ازمون بگیرن، هر چی که داشتیم، اما من نذاشتم عمو جون. من نذاشتم. من برای سرپوش گذاشتن روی اشتباهاتی که مرتکب شدی فلسفه بافی نکن. تو این دنیا آدم نمیتونه پاک باشه چون آدماش نمیذارن. قبول نمیکنم. قبول کن، قبول کن. بسیار خوب. این زندانی رو ببرید به بند دو. منو ببرم به بند دو؟ بله، بند دو. این اجازه رو به خودت میدی که منو بندازم بین یه عده قاتل حرفه‌ای؟ این آشتی که به خودم مربوطه. بند دو. اینقدر وضع شدی که حتی فکرشم نمی کردم. خیال می کردم که به من کمک میکنی. آدم وظیفه شناس کسیه که استثناء قائل نشه. اینجا و بیرون دو محیط کاملا متفاوتن و تو هم با محکومین دیگه هیچ فرقی نداری. اینو فراموش نکن. فراموش نمیکنم. سیگارتو خاموش کن. گفتم سیگارتو خاموش کن. بسیار خوب جناب. سعی کن مقررات زندان رو مراعات کنی. برای اولین اشتباهی که کردی بهت اخطار میدم، اما برای بار دوم تنبیه خواهی شد. حالا برو به بند دو. خدا بهتون بد نده مراد خان. خدا بد نمیده. شما به من و بر بچه ها خیلی محبت کردین. خدا بهتون طول عمر بده مراد خان. وظیفم بوده. زنده باشی مراد خان. زیر سر شما وکیلی گرفتم. شاید انشالله نجات پیدا کنم. خیلی ممنون. انشالله. شما منو نمیشناسی برادر، اما بیرون به همه ما کمک کردین. چه خبرتونه؟ من این کنار ببینم یارو کیه. من یارو نیستم، اسمم مراده. پیش نسمت پسر چون بی جوره یک کمی با هم که حب بزنی. از اینجا میتونم صدا تو بشرفم. حب بزن. گوش کن مراد خان، باز همه چیزو قبلا باید گوشت کنم. تو این سوراخی من همه کارم. خود که واردی تو اون مرغی یه خروس پیدا میشه. تو خروس باش داداش، ولی من ترجیح میدم که آدم بمونم. آفرین پسر. حالا یه هزاری را تون بیاد بینا. بابت چی باید بدم؟ بابت تضمین سلامتیت. اگه احتیاج به پول داری برای دست پا میکنم، اما اگه بخوای باج بگیری گردنتو میشکنم. آره باج میخوام. مرد بلام کنید. هنوز وارد زندان نشده سر و صدا رو انداختی، چرا؟ برای اینکه از این کارا خوشم میاد. اگه حرف بزنی مجازات میشی، مجبور میشم بدم شلاقت بزنن. این کارم نمیتونی بکنی، مخالف قانون مقرراته. مقرراتی که ما تو زندان داریم با اونی که تو میدونی فرق میکنه. پس میخوای مقررات خودتو در مورد من اجرا کنی؟ تو نمیتونی با یه زندانی اینطوری رفتار کنی. میتونی به مقامات بالا شکایت بکنی. اینم کاغذ و قلم. آدمای ظریف شکایت میکنن.
من میتونم از حقوق خودم دفاع کنم. خاموشش کن، سیگار رو خاموش کن. گفتم خاموش کن، نمیشنوی؟ چرا داد نزن؟ کار نیستم. بالاخره پشیمون میشه، بهت قول میدم. برای آخرین مرتبه ازت میپرسم، چرا دعوا کردی؟ بین تو و بلال چه اختلافی هست؟ من برده کسی نیستم. پس جواب نمیدی؟ فلکش کنم. بله قربان. خیال میکردم اینجا تو تنها دوست منی، ولی حالا میبینم که دشمن جونمی. به هم میرسیم. میکردم رئیس همچین کاری بکنه. اگه خودش دعواره شروع نمیکرد الان شلاقش نمیده. اگه اون شروع نمیکرد الان بلال به چوب بسته بودم. آره، ولی جای سالمی پیدا نمیکردن که بزنن. مراد خان یه جای سالم تو تنش باقی نذاشته که آخ بزن بزن که داری خوب میزنی. میگه نان نخوردی جان، محکم بزن. آها محکم بزن، آدم خوشیدن که داری خوب. آدم گرگلگش بیان. آخ بزن بزن که داری خوب میزنی. آخ جان بزن. بس دیگه. آها فرمودن بس بس دیگه. سوختم شعله رو خاموش کن. خدا عمرشون بده. تمام مشتری های مراد اومدن طرف ما و مایه رو رد میکنن. فکر نمیکردم درآمد اون انقدر بشه. از این بیشترم میشه عبدالله خان. به زودی تو این شهر باید به وقت نفس کشیدنم بهتون پول بدن. البته تا زمانی که مراد از زندان خارج نشده. مطمئن نیستم، ولی شاید یکی دو سال دیگه آزاد بشن. اون نباید رنگ خیابونا رو ببینه، یعنی باید جنازش از زندان خارج بشه. چطوری؟ من تو زندان یه آدم دارم، باهاش معامله خوبی کردم، قرار شده در فرصت مناسب کار مراد رو تموم کنم. از من که عصبانی نیستی، درسته؟ من زود فراموش میکنم. راستی که خیلی آقایی. الان از بند سه خبر آوردن مراد خان، میخوام قمار کنم، گفتن از شما اجازه بگیریم. بگو نمیشه. چشم، الان بهشون میگم. بسن ببینم کی اجیرت کرده. بگو کی اجیرت کرده. عبدالله خان تو مجری قانون نیستی، تو حق نداری کسی رو کتک بزنی یا تنبیه کنی. اما این حق دارم که از جون خودم دفاع کنم. حتما یه کاریش کردی که مجبور شده تیغ بکشه. این طرز فکر توی جناب رئیس، شاهدی هم داری؟ متاسفانه هیچ کس چیزی نمیگه، همه زندانی ها گفتن که چیزی ندیدن. اما یه چیزی دیدم جناب رئیس، اون خودش به خودش چاقو زد که یه یادگاری از زندون داشته باشه. سیگارتو خاموش کن. امر بفرمایید قربان. دیگه نداری مرخص شد. ببریدش به سلول انفرادی، اونجا امتره. زنده باشی، خدا بهت عوض بده. اقلا اونجا استراحت میکنم. بیا بابا. چیه؟ مجازاتم تموم شده؟ مجازات تموم نشده، ملاقاتی داری. مراد عزیزم. حالا چطوره عشقی؟ تو این مدت حتی یه لحظه نخوابیدم، همش به فکر تو بودم. ناراحت نباش عزیزم، به زودی از اینجا مرخص میشم. اتفاقا ایشونم به من همه قول داده. خیلی متاسفم مراد خان، بریم سعی میکنم شما رو بیارم بیرون. تو که وکیل من نیستی. براتون یه وکیل میگیرم،
برای چی؟ میدونین که من دوست آشنا زیاد دارم. خیلی خوب، منتظرم ببینم چی کار میکنی. با تمام امکاناتم تلاش میکنم. با اجازه حالا شما رو تنها میذارم. روز بخیر مراد خان. اون خیلی به من کمک کرده. میدونی که اگه اون نبود نمیتونستم تو رو ببینم. ناراحت نباش، میام بیرون و طرفش در میارم. من منتظر اون روزم مراد، روزی که تو رو در کنار خودم ببینم. دیگه هیچ وقت از تو جدا نمیشم. دوری از تو معنی واقعی عشق به من فهمم. وقتی آزاد شدم زندگی جدیدی رو شروع میکنیم. دیگه میخوام از راه راست زندگی رو تامین کنم. این قشنگترین حرفی بود که تو عمرم شنیدم. تمومه. خیلی خوب. هر روز میام ملاقاته. به چیزی احتیاج نداری؟ احسان رو پیدا کن، بهش بگو بره سراغ صاحبخونه و تحتوی قضیه رو در بیاره. خداحافظ. خداحافظ مرد. خدا بگم چی کارت کنم مرد. خونه آش داره میره. میبینی؟ اون واقعا آدم کثیفیه. جلوشو بگیرم. حالا نه، باید یه گوشه ای تنها گیرش بیاریم. اما آخه چجوری؟ تو به درد کارمون میخوری. همون تیپی هستی که دنبالش میگرده. وقتی باش خلوت کردی کارو تموم میکنه. سر و جون ما فدای مراد خان. راستی مرخصیت که شروع میشه کمان؟ شاید عید. یه جایی رو پیدا میکنیم که بریم حسابی استراحت کنیم. ولی عید من جایی نمیرم، باید حتما تو خونه باشم. برای چی؟ همش که میپرسی. شیرینی حاضر میکنم و منتظر میمونم. خب اینقدر به انتظار نشستی خسته نشدی؟ این برام یه عادت شده. مراد نمیاد اما شیرینی نصیب بچه های همسایه میشه. منم از این کار لذت میبرم. اما این دفعه به دلم برات شده که مراد میاد. شاید. هیچ معلوم نیست، شایدم اومد. من جواب میدم. الو؟ بله، چی داری میگی؟ الان میام، شما هیچ دخالت نکنید. چی شده کمال؟ زندانیا شلوغ کردن، من باید فوراً برم. مواظب خودت باش. ناراحت نباش عزیزم. افرادتو از اینجا ببر بیرون، میخوام خودم تنها با اونا صحبت کنم. شما خودتونو به خطر میندازین قربان. اونا الان هیچی حالیشون نیست. هر چی میگم گوش کن، وجود شما اونا رو عصبانی میکنه. کلیدو بده به من. هم بفرمایید قربان. افراد همه دنبال من بیایید. ای جناب رئیس، تو درد سر افتادی؟ آره آره دارم میبینم. راسته که خیلی مردم، رفقا دل ما رو نشکستن. اگه من از اینجا بیاری بیرون باهاشون حرف میزنم و رازشون میکنم. میدونی که هنوز مجازاته تموم نشده، پس حرفشم نزن. هر طور میل شماست خورم. اگه بیای تو سرش اصلش جدا میکنم. سعی کنید و اعصابتون مسلط باشید و دیوونگی نکنید. بذارید بیام تو، میخوام باهاتون حرف بزنم. نگاه کنید، من خشاب اسلحه هرم در میارم. این کارو نکن، نرو تو. اگه بری تو تیکه تیکت میکنم. فکر نکنید دلم برای تو میسوزه، من به فکر خاله عذرام. آب اگه زنده موندم به خالت میگم که براش دلسوزی کرده. اینو بهت قول میدم. نرو تو، صبر کن.
من اومدم اینجا که مثل آدم با هم کنار بیایم. آدم ها میزنم. بگین شکایتتون چیه؟ هرچی بشه التماس کردیم رفیق مریض ما رو نبرد بیمارستان. حکت باشی ببینم چی میگه. از مردونگی به دوره که یک انسان بی‌دفاع بکشین. من شماها رو به عنوان یک مرد میشناختم. فقط مردا به خاطر دفاع از ناموسشون دست به قتل میزنن. شماها معنی جوون مردی رو خوب میدونین و من مطمئنم که اون قدرام گناهکار نیستین. به عقیده من شماها قربانی قضا و قدر شدین. اون آلت قتاله رو بندازین زمین. بهتون قول میدم که مجازاتتون نکنم. شک ندارم که همتون میدونین آغوش گرم خانواده چیه. حداقل به اندازه من میدونین. بذارین این سرنگهبانم بره پیش زن و بچهش. اونا منتظرشم. ولی اون به ما اهمیت نمیده. راست میگن؟ باور نکردم که اون مریضه. تو که دکتر نیستی، باید وظیفه‌تو انجام میدادی. فوراً مریضو ببر پیش دکتر. اینو قار بذار کنار رئیس، نمیتونی ما رو گول بزن. نه، من همچین نیتی ندارم. بذارین رفیقتونو ببره پیش دکتر. من همینجا پیش شما میمونم. میخوام با اون تیغت ریشه منو بزنی. منتظرم جناب سلمونی. میخوام ببینم چه جوری اسلام میکنی. چرا وایسادی؟ مریضو ببر درمونگاه. اینجا صابون. هوله ممنون. دست درد نکنه. زنده باشی. از آشنایی شما خیلی خوشحال شدم. بالاخره آدمی رو که میخواستم پیدا کردم. ما با هم خیلی کارا میتونیم انجام بدیم پسر جون. میخورم به سلامتی تو. از من چی میخوای؟ تو رو خدا به من دست نزنین، خواهش میکنم. باید حرف بزنی پس بتر. فقط بگو چرا؟ چرا این کلک رو به مراد خان زدی؟ من فقط حقیقت نزنین. من بهتون پول میدم، هر چقدر که بخواین حاضرم بهتون بدم. تو باید اعتراف کنی که دروغ گفتی. اون وقت منو میکشن. تا که ننویسی زنده نمیمونی. خودمون میکشیم. خواهش میکنم. سب کنین، سب کنین، دیگه نزنین. همه چیز براتون میگم. آره، من مراد خان رو تو تله انداختم، اما عبدالله خان مجبورم کرد. همه اینا رو باید بنویسی و امضا کنین. الو، بله، توی احسان؟ خب بگو.
همین الان میام اونجا. همه چی رو نوشته و امضا کردم. خدا رو شکر همین کاغذ برای نجات مراد کافیه. شما اینجا مواظبش باشین. من باید اینو برسونم به وکیل مراد. من که نمیتونم باور کنم. اگه اون چه گفتین درست باشه، وکیل مراد میتونه اونو در عرض دو روز آزاد کنه. گفتم که اعتراف نامش الان تو کیفمه. در ضمن احسان و عاکفم الان اونجا مواظبش هستن که فرار نکنه. شما کار بزرگی انجام دادین لیلا خانم. خیلی خوشحال شدم. گفتین اون الان کجاست؟ تو منزل خودش. احسان و عاکفم اونجا مراقبش هستن. خیلی عالی شد. بهتره به پلیس اطلاع بدم که بران بازداشتش کنن. الو شهربانی؟ خواهش میکنم قسمت جنایی جناب رئیس صحبت کنن. آره من یکی از دوستانشون هستم. عبدالله هستم، حرفتو بزن. خب بگو ببینم چی شده. آقای رئیس باید فوراً دستور بدید آقای ماشین سازان رو بازداشت کنن. اون اعتراف نامه ای امضا کرده که پیش خانم لیلا خواننده است. اون الان تو خونه خودشه قربان. البته دو تا از دوستان مراد خانم مواظب بشن. امیدوارم موفق باشین جناب رئیس. قبل از اینکه بریم سراغ وکیل باید مراد از این جریان باخبر کنیم. عبدالله خان، رفیق عزیز، خدا رو شکر به موقع رسیدی. آره دوست عزیزم، خیلی به موقع. با اجازه تلفن فوری میکنم، یه دقیقه بیشتر طول میکنم. خواهش میکنم. خبرهای این ساعت توجه فرمایید. طرفو بازداشت کردین جناب رئیس؟ پروندهش بسته شد رفیق. کار خیلی تمیزی بود. واقعش دیگه دست توه. کاغذ از دختره بگیر و ساکتش کن. فهمیدی؟ بله قربان. همکنون اطلاع پیدا کردیم که جنازه کارخانه‌دار معروف ماشین سازان و دوستانش را در منزل شخصی نامبرده پیدا کردند. پلیس در تعقیب قاتل و یا قاتلین است. طبق اظهار نظر پلیس ممکن است این جنایت به علت کشش مقتول به همجنس‌بازی صورت گرفته باشد. اخبار رو گوش میدادین؟ بله. خبر مهمی که نداشته؟ نه چیز مهمی نبود. لطفاً اون اعتراف نامه رو بدین ببینم. تو کیفمه، جاش امنه. تازه فکر نمی کنم موقع رانندگی بتونین بخونینش. چی شد؟ خیلی هیجان زده به نظر میاد. معلومه، کار کوچیکی نیست. ما داریم میریم مراد نجات بدیم درو. و مدرک نجات اونم الان تو کیف شماست. بله. چرا از این طرف اومدی؟ برای اینکه نمیخوایم بریم پیش مراد. منظورتون از این حرف چیه؟ کمی صبر داشته باشین. به زودی خودتون همه چیز رو میفهمین. به زودی چی رو میفهمم؟ اینکه من تو رو دیوانوار دوست دارم لیلا. خدای من، ممکن نیست. چرا؟ من عاشقتم. مراد به خاطر همین موزه اینطور گرفتار شد. من باعث شدم اون زندانی بشه. چون فکر میکردم اینطوری میتونم تو رو به دست بیارم لیلا. حالا اون کاغذ بده به من. نمیدم، نمیدم. گفتم بدش. رئیس میخواد تو رو ببینه. با من چی کار داره؟ فکر میکنم خبر مهمی برات داره. چند دقیقه قبل یه تلگراف به دستش رسید. بیا تو. متاسفانه خبر بدی برات دارم. مادرم؟ نه، لیلا تصادف کرده و بیهوش شده، بردنش بیمارستان. ممکن نیست، دروغه.
متاسفانه دروغ نیست. این تلگراف رو بخون. من باید اون رو ببینم. اون تنها امید من. بله اینو میدونم. به هم مرخصی میدی؟ نه نمیتونم مراد. فقط به محکومینی که حسن اخلاق داشته باشن میتونم این اجازه رو بدم. در حالی که تو... ولی ممکنه لیلا بمیره. میخوام برای آخرین بار ببینمش. هیچ کاری نمیتونم برات بکنم مراد. انقدر سنگدل نباش. من اونو دوست دارم. مگه تو معنی دوست داشتن رو نمیفهمی؟ من اینجا رو با مقررات مخصوص به خودش اداره میکنم، نه احساسات شخصی. مقررات تو سرشون خراب شه، اون داره میمیره. میخوام برای آخرین بار ببینمش. شاید اون چشم رای من باشه. بهت اجازه بدم؟ نمیتونم مراد. از روزی که پاتو گذاشتی اینجا مرتب باعث درد سرم شدی. و حالا دور افتاده دستتو. هر چی میتونی اذیت کن، انتقام تو بگیر. دلت میخواد بیافتم به پادره؟ فایده ای نداره. فقط میخواستم در جریان باشی. دیگه میتونی بری. حیف از تو همه کما. من تو رو به عنوان یه مرد میشناختم، در حالی که آدم سنگه رو بیرحمی هستی. چرا عوض شدی؟ آخه چرا؟ این اولین و آخرین عشق منه. میخواستم وقتی آزاد شدم به خاطر لیلا زندگی ما عوض کنم. اون همه چیز منه. اجازه بده برم. اگه بمیرم من برمیگردم. این مراد نیست که بده اعتماس میکنه، بلکه پسر برادر جمالی که از تو خواهش میکنه. این اسلحه پدرته. وقتی مرد اونو به من امانت داد. از این اسلحه مثل ناموسم محافظت کردم در تمام مدت. گوش کن چی میگم. من بهت اجازه میدم بری سراغ لیلا، اما اگه فردا تا ساعت 12 برنگردی مطمئن باش که خودمو با این اسلحه میکشم. این خودکشی نیست، بلکه جنایتیه که پسر جمال مرتکب میشه. در تمام عمرم هیچ وقت دروغ نگفتم. حتما برمیگردم. پس زودتر برو. متشکرم آقا. عزیزم منو چشاتو باز کن. مراد آروم باش عزیزم. من اومدم دیگه تنهات نمیذارم. تنها آرزوم این بود که یه دفعه دیگه تو رو ببینم عزیزم. تو زنده میمونی نیلا، تو خوب میشی. وقتی دیدم تو بیمارستان نیستی مردم و زنده شد. نمیخواستم گوشه بیمارستان ببیرم. چطور این اتفاق افتاد؟ هیچی، فقط یه تصادف بود. داشتیم می اومدیم زندان پیش تو. برای چی؟ احسان و عاکف با اون کارخونه داره صحبت کردن و یک اعتراف نامه ازش گرفتن، اما اونا رو کشتن. کشتنشون؟ آره. کاغذ امضا شده پیش من. میدونستم که اون اعتراف نامه تو رو نجات میده، اما اون سعی کرد کاغذ رو از من بگیره. کی؟ مباشر عبدالله خان. کسافت! به خاطر یه عشق احمقانه همه بار انداختی تو آچال. چرا اون دختر رو نکشتی؟ نتونستم بکشمش. دوستش داشتم. باور کن که عشقش آتیش هم زده بود. نمیدونستم چی کار بکنم. میدونم با چی کار کنم. یکی تو مونده، یکی اون دختره. کاری میکنم که دیگه هیچ وقت نتونین حرف بزنی. وقتی به هوش اومد ببریم بندازنش تو دریا غرق بشه. تو بیا شما ببرینش. منتظرم باش. من برمیگردم. نه نرو مراد. تو به من قول دادی، یادت رفت. ما با هم زندگی جدیدی شروع میکنیم. تو دیگه هیچ کار خلافی نمیکنی. سر قولم هستم عزیزم. تو
راستی که عجب تصادف جالبی به این میگن یه تیر دو نشون مراد خانه عزیز با اون دست نسرید کشن مراد جز این چاره ای دیگه ای نداشتم من اونا رو کشتم باید به همه همینو بگی جز این چاره ای دیگه ای نداشتم آن نه چرا تو رو خدا بچه نشو من به عنوان یه عاشق ازت این خواهشو میکنم قبول میکنی؟ مراد تو عشق منی اگه تکون بخوری میزنم من اونا رو کشتم من هر دوی اونا رو کشتم مراد به ما شلیک کرد خدای من زندانی محکوم در حال مرخصی دو نفر را کشت و فرار کرد رئیس کمان مورد مؤاخذه قرار گرفت. جناب رئیس شما نباید به یه قاتل اجازه مرخصی میدادید. من فکر میکنم وظیفه‌مو بهتر از شما میدونم. چطور به مراد اطمینان کردیم؟ والا به صرف تجربم. یعنی امیدی به بازگشت مراد اون 100% برمیگرده. قسم بزرگی بین من و اون رد و بدل شده. آقای رئیس آقای بازپرس شما رو پای تلفن میگیرم. با اجازه. مطمئناً استعفاتون حاضر کردین درست رئیس؟ هنوز دربارش فکر نکردم. میبخشید. خواهش میکنم. بله آقای بازپرس، بله من کمالم شما ما رو در وضع بدی قرار دادین، مجبوریم براتون پرونده تشکیل بدیم بی خود وقتتون رو تلف نکنید، هر وقت بگید من برای سوال و جواب حاضرم من به زندانی ارفاق نکردم، فقط طبق قانون و صلاح دید خودم به اون اجازه دادم اگه اون تا ساعت 12 برنگشت، اون وقت میتونید منم مقصر بدونید دیگه هم حرفی ندارم که بزنم، هرچی بود گفتم، متوجه شدید؟ خداحافظ جمال هستی ازت متشکرم میدونی چیه پسرم این بهترین ساعت زندگی منه میدونستم که بر میگردی پسرم من به تو افتخار میکنم باور نکردن مراد بهشون گفتم که من کشتمشون ولی قبول نکردن تو که میدونی مگه نه آره میدونم عزیزم تو میخوای به خاطر من فدا کنی مراد من دارم حقیقت رو میگم میدونی که من اونا رو کشتم از قره بازی رو بذار کنم
دیگه همه چی تموم شد. تموم نشده. من باید بگم تو بیگناهی. خواهش میکنم تو رو به خدا به من کمک کن. این مراد قاتل نیست. اونا میخواستن بکشنش. من مجبور شدم بهشون شلیک کنم. من اونا رو کشتم. راست میگه مراد؟ نه. چرا؟ گفتم نه. برای نجات جون من داره دروغ میگه. اینطوری میخواد عشقش به من ثابت کنه. ولی این حقیقت نداره. میتونم با اون تنها صحبت کنم؟ مراد، چرا حقیقتو بهشون نمیگی؟ فرض کن حقیقتو گفتم. فکر میکنه چه اتفاقی میفته؟ تو میری زندون و من آزاد بشم و وقت میتونم زنده ببینم؟ من میخوام تو زنده باشی. من بدون تو زنده نیستم. اما مراد، تو داری به خاطر من کشته میشی. عشق واقعی هم اینه که آدم در راش کشته میشه عزیزم. ولی من بی تو نمیتونم زندگی کنم. تو باید زندگی کنی. تو دختر پاکی هستی. اسم منو از قلبت پاک کن. تو باید خوشبخت بشی. با یه مرد ازدواج کن و صاحب بچه بشی. چطور میتونی این حرفا رو به من بزنی؟ من متعلق به تو هستم مراد. فقط برای تو زنده میمونم. راضی نیستم تو بابام به قبرستون بیای. یه عمر به انتظار تو میمونم تا برگردی پیشم. میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ اگه بتونم انجام بدم البته. میتونی. من میخوام زنت بشم مراد. بزرگ، تویی که میبخشی و عفو میکنی، تویی که هیچگاه برای هیچی از بدی نخواستی، آن که به تو ایمان دارد و تو را میشناسد مورد عفو و بخششت قرار میگیرد. خداوندا کسی را از درگاهت ناامید نکن. آمین. آمین. گناهانتو ببخشه پسرم. ممنونم آقا. را برات فرستاده. فراموش نکرده. ازت ممنونم که زحمت کشیدی. اما کمال نه تنها اون تو رو فراموش نکرده، بلکه منم هیچ وقت فراموشت نمی کنم. از طرف من ازش تشکر کن. بهش بگو قلب مراد تا آخرین لحظه به خاطر محبت شما می ترپید و همیشه هم پاک بود. Thank you.
نگهدار عمو کرم. خدا یارت باشه مراد. آمد شد.